خاطرم این روز و این شبهاش در هم بیشتر می‌وزد نام تو در جان من و می‌وزد نام تو در جان من و کر می‌کشد میکند این شعله را داغ تو کم کم بیشتر هر دلی برای خود فراهم کرده است هر دلی چیزی برای من ولی داغ تو را کردم فراهم بیشتر بل بل دم سویو ترکیب بنده محتشم در نیاوردم سر از این راز مبهم بیشتر هلال ماه رمضان حالا یه مقداری اهمیتش برای روزه و عید فطر بیشتره میگن رؤیت بکنن هلال یعنی این هلال خم نازک ما میگن رؤیت میکنن اول ارمان پشت ما خم میشد ولی در ازای اشرف اولاد آدم بیشتر شب اول محرم یاد یه بیت بیاده
هلال ما تصور کن، این هلال غم و اندوه که امشب بینی، یازده شام دیگر بر قد زینب بینی. آمدی از مکه چون این روزها پر کرده بود خانه امن خدا را، ابن ملجم بیشده باید حاجی حرکت کنه بیاد عرفات، وقوف کنه ظهر روز عرفه تا غروب عرفه، اعمال و انجام بده بره مشعر، شب مشعر وقوف کنه، بعد نماز صبح حرکت کنه بیاد منا، قربونی بده. ولی مثل امروز به یوم ترویه محمل ببسته، خواتین در دل محمل نشسته، حرم را از حرم کرده بیرون. حرم را از حرم کردند بیرون، همه سرگشته، همه سرگشته در صحرا و هامون، کسانی را که بر عالم پناه برون کردند از بیت خدا، حسین جان عرفات نمی آیی، مشعر نمی آیی، منا نمی آیی، حج تو کامل نمی کنی، قربونی نمی دی، یه نگاهی کرد فرمود من قربونی آمم را، من دارم میرم، وعده من جای دیگر. یا با عبدالله یا تو غافلت برا ما هم جا داری، ما رم کربلا میبری با خود دیان. حسین حسین آمدی از مکه چون این روز آپر کرده بود خانه امن خدا را، ابن ملجم بیشتر کعبه و رکن و صفا و مروه و خیف و منا، جمله از داغ تو گریانن، زمزم هم بگو اگه حالشو داری بگو، حالا دوز میشه. ای مسیح روی نه، در پرده با اهل حرم، جمله از داغ تو گریانن، مریم بیشتر
ای مسیح روی نی در پرد و اهل حرم جمله از داغ تو گریانند یا بهتر بگرم ای مسیح روی نی در پرد و اهل حرم و پریشان تو هستند مریم بیشتر زاین دو بیت شب بخونم هر قدر نزدیکتر می شد به ظهر سرنوشت می گشودی چهره خود را تو از هم بیشتر راوی میگه قتیلی رو ندیدم مثل حسین سر و صورت خون‌آلود بود پیشانی شکسته همه بدن پر خون ولی در زیبایی در اکمال و اتمام بود صورتش میدرخشید قربونت برم برا همین تا سه ساعت تو گودال افتاده بود هر کی می اومد کارو تموم کنه بر میگشت حسین جان لحظه لحظه امام حسین معرفت و وفا برا اهلش و برا رفیقش رفیقی که رفیق راهش باشه رفیق مکتبش باشه رفیق مسیرش باشه سنگ تموم گذاش لذا هر بدنی رو از اصحاب که برمیگردون خیمه خودش جون میداد و زنده میشد دوباره یعنی بالا سر حبیب می اومد جونش در می رفت بالا سر مسلم ابن اوسج می اومد جگرش آتش بود رفیقاش بود لحظه ولی یه داغی کربلا کمرشو خورد کرد لحظه لحظه شد دوتا پشت تو از هفتاد داغ تا شد از داغ برادر پشت تو خم بیشتر الان کزر از هر و غلطی شب عرفاس حسین جان خیلی ها خودش رو رسوندن حرمه حسین ولی از همین راه دور بگو سر کوی دلبر من به حریم کعبه ماند که به هر طرف کنی رو به توان نماز کردن حالا دیگه قسمت شده دیگه شب عرفه الحمدلله دور هم نشستیم برا مسلم ابن عقیل و سید شهدا گو همه مناسبت ها رو رفتم حرم ابی عبدالله طول سال آخرین مناسبت شب عرفه است اومدم برم تو حرم ابی عبدالله دیدم جلومو گرفتن اجازه نمیدن یه پیر مردی با هیبت محاسن سفید کجا داری میری؟
اومدم زیارت عبدالله نمیشه حرم غروغه، گفتم این حرم دربان نداره، هر کی بخواد بره زیارت میتونه، فرمود نه امشب فرق داره، امشب حرم مهمون داره. گفتم کیه مهمونش؟ گفت مادرش اومده زیارتش، کسی راه نمیدن. شما کی هستی که افتخار دربانی این حرم رو داری؟ صدا زد من حبیب ابن مظاهرم، هر کی میخواد وارد بشه من باید جا. گفتم چه فرصت خوبی حبیب ابن مظاهر، دو بار برای بار سهمون داد حبیبا، یه بار تو بچگی خیلی بچه بود، باباش مظاهر دعوت میکنه پیغمبر رو که خونه ما بیا قدم بذار، ما یه سفره پهن کنیم تو خونه، شما بیا. انقدر عاشق ابی عبدالله بود حبیب، میاد بالا یه بام خونه ببینه حسین که میرسه، حواسش نبود تو عالم بچگی، از بالای بام خانه میافته جان میده پدر مادر رو ببین، یه اوردنش گذاشت بودن به وقت پیغمبر نفهمه ناراحت میشن، ما مهمان دعوت کردیم، میبرنش میدارن توی حجره، میان سفره رو پهن میکنن، همه نشستن سر سفره غذای و حسین سعادت به مظاهر به پدرش گفت حبیب ما کجاست؟ حبیب ما نیستید، مادرش داره گریه میکنه، چی شده؟ بچه از بالای بام افتاد جان ناد، پیغمبر یه نگاهی کرد حسین جان برو بالا سر حبیب، یه دستی به سر و صورت حبیب کشید، جان به بدن حبیب برگشت، یه بار اینجا جون داد برا حسین، یه بارم عاشورا کربلا جونشو فدا کرد. حبیب دوبار جان دادی برا ابی عبدالله. موقع حرم امام حسین یه جوری بود هر کی می‌خواست بره زیارت سیده شده حتما باید حبیب رو زیارت می‌کرد، هر کی میاد حرم تو رو دوبار زیارت میکنه، دیگه چه توفیقی از این بالاتر میخوای؟ حسرتی هم داری گواری؟ یه حسرت هنوز رو دل منه، تم بابا دوبار برای ابی عبدالله جون دادی، مقام و منصب و دستگاه داری، دیگه حسرت چیه؟ گفت دوست دارم بیام بشینم بین گریه کنا، برا قریبی زار بزنم همین جایی که تو نشستی، حسرت حبیب ابن مظاهر دیگه قدرشو بدون، بریم سر روزه خودمون، بریم زاویه مسجد کوفه، یا باب الهوا، یا مسلم ابن عقیل، مسلمت خیلی برای بچه ها دل و پزه، بغز تو توی نگاه کوفیان مشخصه، کاشکی نامه ای که دادم به تو اصلا نرسه، کاشکی اصلا دست مسلمت میشد قلم حسین، میوه روی درخت کوفه تاب نمیخورم، اینجا واسه بچه هات به درد خواب، اینا آبت نمیدن، من
چشم آب نمیخوره جون زینب اینجا خیمتو نکن علم حسین اینجا گریه ها تأثیر تن و خلده میشه خواهرت هزار دفعه میمیره و زنده میشه پیش مادرت پسر عمود شرمنده میشه که چی بشه اگه یه مو بشه سر رقیه کم حسین تو پریشون منی منم پریشون تو هم تو پریشون منی منم پریشون تو هم تو هر حسین دندونم شکسته فکر لب و دندون تو هم با لبای پارم صدات میزنم حسین هرچی سفیر فرستاد همه شهید شدن تا مسلم بدنش و از بالای دار اماره به پایین تو منزل زبال خیمه زدن یا قاصد از کوفه آمد ابی عبدالله فرمود چه خبر از کوفه آقا از کوفه بیرون نیومدیم مگه این که دیدیم بدن مسلم و هانی رو به اسب بستن بی سر دارن بدناشون رو تو کوچه ها میکشن تا این خبر رو شنید صدا زد انا لله و انا الیه راجعون همه ی حرم و حزن برداشت یه وقت صدا زد بگید حمیده بیاد پیش من دختر مسلم روزانونشون حمیده رو هی دست نوازش به سرش میکشه بغلش میکنه یه وقت سرش رو بلند کرد صدا زد آقا خبری شده نوازشت بوی یتیمی داره از بابام خبری رسیده یانم ابی عبدالله نگاهی کرد فرمود دخترم منم از بابات خودم برات پدری میگنم دخترام هم از خواهرات کنارتن عاشورا یتیمه مسلم و سپرد دست زینب صدا زد خواهرم جان تو و جان حمیده این دختر امانت مسلم مراقبش باش اهل روز بسم الله خیمه ها را آتیش زدن دخترها تو بیا بولا می دویدن به هر سخنی بود
شد زینب دخترها رو جمع کرد زیر یه خیمه یه نیم سوخته. یه وقت ام کلثوم دید زینب آروم نمیگیره، خواهرم چی شده همه را که جمع کردیم. صدا زد ام کلثوم هرچی میگردم حمیده رو پیدا نمیکنم. این دختر دست من امانت ماید. دوتا خواهر بلند شدن نیمه شب اومدن تو بیابون. هی دنبال حمیده میگردن یا صاحب الزمان. یه وقت دیدن این دختر زیر یه خار خوابیده، هرچی صدای زدن دیدن جواب نمیده. یه مصرع بخونم حقشو ادا میکنی. یبن شبیب دختر ترسیده دیده ای. زیر پایت دو دختر زده است، چون دشمنان سواره و چون دختران پیاده و دشمن سواره و یک رخ نمانده بود که سیلی نخورده بود. ناله 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 پشت گریه و روزه باید ناله باشه ها. حسین